هرچه زمان میگذرد از اظهار نظرها و اقدام های صورت گرفته توسط سنی تنروی طالبان انحراف فکری، افرادگرایی و تروریستی بودن اندیشه و اعتقادات آنها بیش از پیش برملا می شود در همین راستا طالبان در جدیدترین اقدام خود علاوه بر تعیین محدودیت برای پیروان دیگر مذاهب در این کشور برای تربیت دانش آموزان هم برنامه‌ریزی‌های برنامه, های، برنامه خاصی کرده است همکارم علی اکبری گزارش می دهد. عبدالباقی حقانی سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان در نشستی رسمی گفت از دانش آموزانی که در 20 سال گذشته در افغانستان درس خواندند هیچ انتظاری نباید داشت. وی در این نشست که با حضور شماری از استادان دانشگاه برگزار شد علاوه بر بی ارزش دانستن تحصیل دانش در 20 سال گذشته در افغانستان گفت بنیادهای تحصیل و آموزش در افغانستان باید از نو گذاشته شود و دانش آموزان باید از اول مطابق ارزش ها تربیت شوند معلمانی هم باید تربیت شوند که نسل آینده را طوری تربیت کنند که به گفته او به درد ما بخورد حقانی حدود سه هفته پیش بر ارزش ها و آموزش های دینی و ترجیحان نسبت به آموزش های اکادمیک تاکید کرد و با اشاره به وزیران تعیین شده از سوی طالبان گفته بود تقریبا تمام کسانی که در حکومت طالبان به های بالا رسیدن در دانشگاه درس نخواندند بلکه عالم دین هستند وی گفته بود طالبان میخواهد یک برنامه درسی معقول و اسلامی ایجاد کند که منطبق بر های اسلامی ملی و تاریخی بوده و از سوی دیگر بتواند با کشورهای دیگر رقابت کند از سوی دیگر نورالله منیر سرپرست وزیر آموزش پرورش طالبان گفت قوانین اسلامی علیه آموزش زنان نیست و دولت طالبان قصد ندارد زنان را از تحصیل محروم کند درباره بازگشت دختران به مکتب و ادامه آموزش آنها قبل مقام های طالبان گفتند که قبل از آن باید شرایط مناسبی برای آنها ایجاد شود. مداخله سنی های تندروی طالبان در امر تحصیل دانش آموزان در حالی رخ داده که این گروه تروریستی به طور زمنی بیانیه ای نیز در مقابل با تمامی ادیان و مذاهب افغانستان صادر کرد. بر اساس بخشنامه حکومتی طالبان، مراسم و محافل مذهبی در افغانستان نباید مخالف با دستورات مذهب هنفی باشد. همچنین تمام کارمندان درجه اول حکومت باید پیرو مذهب هنفی باشند. این بدان معنی است که به زودی علاوه بر دانشگاه ها مؤسسات آموزشی شیعه شیع و دیگر نهادهای وابسته به آنها در افغانستان نیز توسط عناصر این گروه تروریستی مورد حمایت برخی کشورها تعطیل خواهند شد.